سلام دوستان عزیز به کانال خودتون خوش اومدین داستان هایی که اینجا میشنوین بر اساس واقعیت برای همین به خاطر حفظ امنیت دوستان تنها اسمای واقعی عوض شده اگه میخواین همیشه از شنیدن این داستان ها بهره مند شید لطفا زنگوله رو فشار بدین و روی زنگوله سیاه کلیک کنین بریم برای داستان امروز ما خیلی زود از دست دادیم سه تا برادر بودیم برادر کوچکترم مازیار خیلی سال بود که خارج از کشور زندگی می کرد. من و اون یکی برادرمم من محبود یه مغازه اجاره کرده بودیم و اسباب بازی توش ریخته بودیم و با همدیگه شریک شده بودیم و کار می کردیم. محبود سه سال قبل از من با دختر داییم ازدواج کرد. اما با همدیگه کنار نیومدن و از هم جدا شدن. من و محبود با مادر پیرم زندگی می کردیم. چند سال بعد از اینکه محبود از دختر دایم جدا شد من با یکی از دخترهایی که توی دانشگاه باش آشنا شده بودم ازدواج کردم نقم دختر خیلی خوبی بود همدیگر رو خیلی دوست داشتیم تنها اشکالی که وجود داشت این بود که بچه دار نمی شدیم خیلی دوا درمون کردیم دقیقا شیش هفت ما بعد از ازدواجمون تصمیم گرفتیم بچه دار شیم ولی هر کاری می کردیم نمی شد. اینکه مازیار برادرم که خارج از کشور زندگی می کرد و برای خودش بیزینه سی داشت و زن و بچه داشت به هم گفت اینجا دکترای خیلی خوبی داره. دعوتنامه فرستاد برای نقمه و کاراشو انجام دادم و فرستادمش اونجا. دو سه ماهی نقمه اونجا موند. مازیار و خانومش هر کاری از دستشون برمیومد برای نقمه کرده بودن. فایده هم داشت. چون نقمه که برگشت ایران دو ماه بعد باردار شد. دیگه سر از پا نمیشناختیم نمیدونستیم چی کار بکنیم اما دکتر گفته بود باید استراحت مطلق باشه نقمه از جاش نمیتونست تکون بخوره مادر خودش میومد کمکش گاهی هم مادر من کمکمون میکرد خلاصه نه ماه بارداری تموم شد و نقمه یه دختر خوشگل مشکل و ناز و گوچلو به دنیا آورد. با شرایطی که ما بچه دار شده بودیم این دختر رو روی چشمامون بزرگ می کردیم. هر چی میخواست براش تهیه میکردیم سعی میکردیم آرامش تو خونه رو حفظ کنیم نقمی گفت چون نزدیک سحر به دنیا آمده اسمشو بذاریم سحر دخترم سحر روز به روز که بزرگتر میشد خوشگلتر و موقرتر میشد تا اینکه اون روز کذایی همه زندگیمون رو نابود کرد جمعه بود من خونه بودم و به بعضی از کارهای خونه رسیدگی میکردم نقمه هم تو آشپزخونه داشت آب گوش درست میکرد. ازش سوال کردم سهر کجاست؟ گفت با دختر همسایه پایین تو حیات دارم بازی میکنن. از پنجره نگاه کردم دیدم سهر با دوستش دارن دوچرخه سواری میکنن. خیالم راحت شد. یه نیم ساعتی که گذشت دوباره رفتم از پنجره نگاه کردم. اما سهر تو حیات نبود. به نقمه گفتم سهر تو حیات نیست. سهر گفت نگران نشو. شاید رفتن تو پارکینگ. دلم طاقت نیورد پا شدم لباسم و پوشیدم و رفتم پایین اما هر جا رو گشتم از سهر خبری نبود رفتم در خونه اون همسایهمون که سهر با دخترش بازی میکرد اما اونها هم گفتن بچهشون نیومده خونه خلاص همه نگران شدیم. رفتیم تو خیابون و دنبال بچه ها گشتیم اما اینگار آب شده بودن رفته بودن تو زمین از حال بد خودم و نقمه و پدر مادر اون بچه هر چی بگم کم گفتم. داشتیم از استرس میمردیم. تصمیم گرفتیم بریم کلانتری. رفتیم اونجا و صورت جلسه کردیم. نقم مرتب التماس می کرد تو رو خدا بچم پیدا کنید. اما مامور کلانتری گفت شما برید خونه خبری شد بهتون خبر میدیم. ما برگشتیم خونه ولی عین اسفند رو آتیش بودیم. بازم دلم طاقت نیاورد. به نقمه گفتم بلند شو بریم پزشک قانونی. نقمه اول مخالفت کرد. ولی بعد که باش منطقی صحبت کردم قبول کرد. اما پزشک قانونی هم خبری نبود. تصمیم گرفتیم بیمارستان ها رو بگردیم. همینجور که بیمارستان ها رو میگشتیم مثل دیوونه دم هر پارکی که میرسیدیم پارک میکردم و پیاده میشدم و میرفتم تو پارک و میگشتم. نمیتونستیم چی کار باید بکنیم. تا ساعت دو نصف شب تو خیابون بودیم. دوباره رفتیم همون کلانتری اما اونا هم کاری نمیکردن فقط سعی می ما رو آروم کنن. تا ساعت شیش صبح دم در کلانتری تو ماشین نشستیم. اما هیچ خبری نشد. تصمیم گرفتیم بریم خونه. گفتم برم خونه یه دوشی بگیرم و لباسم رو عوض کنم و دوباره از اول شروع کنیم بگشتن. وقتی رفتیم خونه و داشتیم کارامونو می کردیم آیفون رو زدن. وقتی نگاه کردم دیدم سهر بچم با موایی جولید پولیده پشت دره نفهمیدم چه جوری رفتم پایین در رو باز کردم و بچه ها رو گرفتم تو بغلم فقط زار میزد هر چی سوال می کردم سهر کجا بودی؟ جواب نمیداد فقط گریه می کرد دستشو گرفتم و بردمش بالا نقمه بغلش کرد و کلی با هم دیگه گریه کردن اما بازم هر کاری کردیم نمیگفت کجا بوده تصمیم گرفتم برم در خونه همسایمون وقتی رفتم اونجا دیدم بچه ای اونا هم اومده اونا هم همون حال و روزو داشتن بچهشون لام تا کام حرف نمیزد تصمیم گرفتیم بذاریم به اختیار خودشون. گفتیم شاید یه ذره آرومشن برامون توضیح بدن تو همین گیرودار بودیم که از کلانتری زنگ زدن وقتی بهشون گفتیم بچه ها پیدا شدن گفتن بیارینشون اینجا ما بلدیم چه جوری باشون صحبت کنیم بچه ها رو برداشتیم و رفتیم کلانتری پلیس اول بهشون شکلات داد بعدم نشست و آروم باشون صحبت کرد خلاصه معلوم شد که یه مردی با یه سینی آب میوه اومده جلوشون بهشون گفته نظریه اونا هم خوردن و بعد از خوردن بیهوش شدن سهر می گفت آقای ماسک داشت. ممور کلانتری می گفت از قیافه زیر ماسکش چیزی یادت میاد. اما تا از قیافه یارو میپرسیدن پرسیدن سهر جیغ میکشید و می گفت نمی دونم. ندیدمش. بعدم تعریف کرد برده بودنشون تو زیر زمین یه خونه و دو ساعت به دو ساعت می اومدن سراغشون و بهشون تعرض میکردن. حالمون خیلی بد بود. به ما مشاور معرفی کردن. از اون روز مرتب نقمه و سهر می رفتن مشاور. سهر شبا تو خواب جیغ می کشید. نقمه لام تا کام با هیچ کدوممون حرف نمی زد. دو هفته ای از این ماجرا گذشت. یه روز از کلانتری زنگ زدن و گفتن یه کسی رو که مشکوک به تعرض به بچه ها بوده گرفتیم و ازتون می که بچه ها رو بیارین اینجا شاید بتونن شناساییش کنن. اما وقتی رفتیم کلانتری کسی رو اونجا دیدم که دنیا رو سرم خراب شد محبود و گرفته بودن سهر با دیدن محبود چنان جیغی کشید که از حال رفت تازه فهمیدیم چرا این بچه نمیتونست به ما بگه چه شکلی بوده تازه فهمیدیم این بچه چی کشیده تو این مدت من که شک شده بودم فقط نگاه میکردم بهش اما نقمه یهو حمله کرد و تمام موهاش رو کشید و چند تا کشیده خوابون تو گوشش. مامورای کلانتری نقمه رو ازش جدا کردن. دستبند به دست بردنش. باورم نمیشد شد. محبود همیشه سرش پایین بود. سرش تو کار خودش بود. اصلا بچه شهری نبود. الان چند سال از اون ماجرا گذشته. محبوط به اتهام تعرض به سیزده تا بچه تو زندانه. یک یکم حالش بهتر شده. اما از اون شهر و شوری سابق افتاده. اما نقمه نقمه یه آدم دیگه شده. اصلا با کسی حرف نمیزنه. همش سرش تو کتابه. نگرانشم. خجالت میکشم ازش ولی کاری از دستم بر نمیاد دوستان عزیز اگه شما هم مایلین داستان زندگیتون رو با ما به اشتراک بذارین برامون کامنت بذارین تا راه ارتباطی رو بهتون بگیم کانال رو سابسکرایب کنین تا از لطفتون بیشتر انرژی بگیریم ممنون سپاس از اینکه کانال زندگی ایدال رو انتخاب کردین فراموش نکنین که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید پیروز باشید و تندرست